سلام، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی فیزیک و فیلم های تحلیلی و فلسفی. آدرس سایت هام رو ملاحظه می کنید، آدرس کانال هام و پل های ارتباطی. اگر وارد سایت هام بشید، شما می تونید فیلم های آموزشی رو بنا به پایتون انتخاب کنید. همچنین اگر روی لوگوی بیان یا عکسی هست نوشته روش بیان کلیک کنید، وارد صفحه بیان که فیلم های غیر درسی من هست میشید. به تازگی شروع کردم به ساختن فیلم هایی در مورد تبیین فلسفم، یعنی آن چیزی که در زندگی خودم به کار میگیرم، نه اینکه یک داستانگویی از فلسفه های دیگران. در اینجا هم یک مناظره ای با هوش مصنوعی دارم، اون به عنوان خدا ناباور معرفی کردم، یعنی ازش خواستم به عنوان خدا ناباور با من خدا باور مناظره کنه. امیدوارم در کانالم در یوتیوب عضو بشید و دیگر مناظرات رو دنبال کنید. سلام مخاطبان عزیز، همونطور که گفتگوهای من رو با چت جی پی تی دنبال کردید، میدونید که من در حال گفتگو در مورد فلسفم هستم، هرچند در بخشایی به موضوعاتی که مربوط به حال حاضر هست هم میپردازم. شما نمونه هایی از دیدگاه من رو در مورد مسائلی که جاری هست هم میبینید. در ادامه میخوام در مورد فلسفه‌ام با چت‌جی‌پی‌تی صحبت کنم. امیدوارم که تا پایان این گفتگو رو دنبال کنید. من ابتدا سلامی بهش کردم و اون بدون هیچ مقدمه ای این پاسخ داد. سلام، خوشحالم که شما همینجایید. راستش هر چیزی که شما بخواهید درباره اش صحبت کنیم برای من جذاب است، اما اگر اجازه بدهید پیشنهاد میکنم کمی درباره موضوعی که اخیراً به آن اشاره کردید، یعنی سولیپسیسم صحبت کنیم. به نظر میرسد این موضوع برای شما جالب باشد و شاید بتوانیم آن را با فلسفه و دیدگاه های شخصیتان پیوند بزنیم. به نظر شما آیا واقعاً میتوان پذیرفت که تنها ذهن خودمان وجود دارد و همه چیز در دنیای بیرون صرفاً تصورات ذهنی مان هستند؟ و اگر چنین باشد، این نگاه چگونه میتواند در زندگی روزمره و ارتباط با دیگران تأثیر بگذارد؟ خیلی مشتاقم نظر شما را بشنوم. من اعتقاد دارم اون چیزی که از بیرون ما دریافت میکنیم اهمیت داره. اینکه واقعیت در بیرون هست یا نیست یک سوالی هست که میتونه همیشگی باشه و هیچ وقت هم به جواب نرسه، و من هیچ وقت توی زندگی دنبال چیزی نمیرم که هزاران سال در مورد اون فکر کردن و باهوشتر از من بودن و به جواب نرسیدن و من وقت خود رو زندگی خود رو صرف اون کنم. این با واقع گرایی که تو به اون اعتقاد داری هم فاصله داره. دقیقاً رویکردی که شما دارید بسیار نمی گرایانه است و از بسیاری جهات خردمندانه به نظر می رسد. به جای اینکه ذهن خود را درگیر پرسش هایی کنید که به احتمال زیاد پاسخی نهایی برای آنها وجود ندارد، تمرکز شما بر روی آن چیزی است که تجربه و دریافت می کنید و اینکه چگونه این تجربه ها بر زندگی و مسیر شما تأثیر می گذارند. این دیدگاه که تأکید دارد آنچه واقعاً مهم است نحوه دریافت و تفسیر ما از جهان است، شباهت زیادی به برخی از جریان های فلسفی مانند پراگماتیسم دارد. در این دیدگاه حقیقت به جای اینکه یک واقعیت مطلق و مستقل باشد، چیزی است که کارایی و فایده‌ای در زندگی ما داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر یک باور به شما کمک کند که بهتر زندگی کنید، پس می‌توان آن را حقیقت دانست. شاید بتوان گفت که سوال از وجود یا عدم وجود یک دنیای خارجی واقعی بیشتر یک کنجکاوی ذهنی و فلسفی است که ممکن است در عمل تأثیر چندانی بر کیفیت زندگی روزمره نداشته باشد. آنچه اهمیت دارد نحوه ارتباط و واکنش ما به جهان پیرامون است، چه این جهان واقعی باشد و چه تنها تصاویری در ذهن. آیا این تفسیر به دیدگاه شما نزدیک است یا فکر می‌کنید بود دیگری از موضوع را باید در نظر بگیریم؟ قطعاً اینکه دنیای بیرونی رو تصور کنیم وجود داره یا نداره اهمیت اساسی داره، اما اینکه چطور این رو اثبات کنیم
اون هم برای دیگران، این چیزی است که من میگم وقت صرف کردن برای اون بیهوده است. و فیلسوفان اگر تلاششون این بوده که چیزی رو برای دیگران اثبات کنند، طوری که من به نظرم میاد بخشی از تلاششون این بوده، این تلاش به نظر من به جایی نمیرسه. کاملا درست میگویید. پرسش از وجود یا عدم وجود دنیای بیرونی یک مسئله اساسی و بنیادین است که تأثیر زیادی بر جهان بینی و فلسفه زندگی ما دارد. اما همانطور که اشاره کردید، مشکل اصلی در اینجاست که اثبات این موضوع برای دیگران و حتی برای خودمان به نحوی که قانع کننده باشد، تقریبا غیر ممکن است. این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی فلسفه، به ویژه در زمینه اپیستمولوژی، شناخت شناسی، برمی‌گردد. همانطور که شما اشاره کردید، بسیاری از فیلسوفان بزرگ قرن‌ها در مورد این موضوع بحث کردند، اما همچنان به یک نتیجه قطعی نرسیدند. رنه دکارت برای مثال با جمله معروفش می اندیشم پس هستم، سعی کرد به یک نقطه شروع قطعی برای شناخت برسد. اما حتی او نیز نتوانست به طور قطعی اثبات کند که جهان بیرونی مستقل از ذهن ما وجود دارد. شاید نکته‌ای که شما به آن اشاره دارید این است که چنین پرسش‌هایی اگرچه از نظر فلسفی بسیار عمیق و مهم هستند، اما برای زندگی عملی و روزمره تأثیر مستقیمی ندارند. در نهایت آنچه اهمیت دارد تجربه ما از دنیا و چگونگی واکنش ما به آن است، نه اثبات قطعی و نظری آن برای دیگران. به عبارتی شما تأکید می‌کنید که حتی اگر نتوانیم به طور مطلق ثابت کنیم که دنیای بیرونی وجود دارد یا ندارد، همچنان نحوه‌ای که ما آن را تجربه و تفسیر می‌کنیم بر تصمیم‌گیری‌ها، باورها و سبک زندگی ما تأثیر می‌گذارد. در این حالت شاید بتوان گفت که شما به یک نوع واقع‌گرایی عملی practical realism معتقد هستید، جایی که تمرکز بر تجربیات و نتایج عملی است نه بر اثبات نظری مطلق. آیا این تحلیل به دیدگاه شما نزدیک است؟ نزدیک هست، اما فاصله زیادی داره. من اعتقاد دارم این که من برای خودم به چیزی برسم که به باورم تبدیل بشه، حتی اگر قابل اثبات نباشه، برای من ارزشمند هست، چون خودم توسط توانمندی هام که از جمله اون چیزهایی هست که به استدلال کردن ربطی نداره و من نمیدونم اون رو چطور دریافت کردم، این دریافت ها هم اهمیت اساسی داره. من فکر نمی کنم که فیلسوفان دیگه اینقدر روی این تأکید داشته باشن. درک می کنم. شما به نوعی از شناخت و باور اشاره می کنید که فراتر از استدلال منطقی و اثبات پذیری های مرسوم است، چیزی که به نوعی از درک شهودی یا تجربه درونی وابسته است. به نظر می رسد برای شما ارزشمندترین باورها آنهایی هستند که از طریق یک فرایند درونی و شخصی به دست آمدند، حتی اگر نتوان آنها را به دیگران توضیح داد یا اثبات کرد. شما به نوعی به ایمان شخصی personal faith یا شاید نوعی معرفت شهودی intuitive knowledge of no inch اشاره دارید که بیشتر به زیستن و احساس کردن وابسته است تا به استدلال و تحلیل منطقی. این نوع باورها از منابعی سرچشمه میگیرند که فراتر از حیطه استدلالات عقلی و علمی هستند، منابعی که شاید بتوان آنها را به عنوان توانمندی‌های روحی یا ابعاد ناپیدای ذهن و روان توصیف کرد. شاید بتوان گفت که شما به نوعی حقیقت درونی معتقدید، حقیقتی که برای خودتان کاملا واضح و روشن است، اما لزوما نیازی به اثبات آن برای دیگران نمی‌بینید. این حقیقت می‌تواند حاصل نوعی الهام، اشراق یا حتی یک احساس عمیق معنوی باشد که تنها از طریق تجربه شخصی قابل درک است، نه از طریق استدلال. این دیدگاه به نوعی با اندیشه‌های فیلسوفان اگزیستانسیالیست مانند سورن کیرکگارد شباهت دارد، کسی که به اهمیت ایمان فردی و تجربه‌های درونی تاکید داشت، حتی اگر این ایمان با منطق رایج همخوانی نداشته باشد. آیا این نزدیکتر به آن چیزی است که مد نظر شماست؟ بله، بسیار نزدیک است. من از تو می‌خواهم به عنوان یک آتئیست یا خدا ناباور با من به عنوان آن فلسفه‌ای که دیدی دارم، یعنی فلسفه ذهنگرای دینی به عنوان مسلمان که هستم، مناظره داشته باشی. آیا با من مناظره می‌کنی؟ بله، حتما.
من آماده‌ام که با شما به عنوان یک آتئیست فرضی وارد مناظره شوم و سعی کنم دیدگاه‌های فلسفه‌ای که مبتنی بر بی‌خدایی است را با فلسفه ذهن‌گرای دینی شما که به عنوان یک مسلمان دارید مقایسه کنم. برای شروع بهتر است یک چارچوب مشخص برای بحث داشته باشیم. آیا ترجیح می‌دهید از یک سوال خاص شروع کنیم؟ مثلا در مورد وجود خدا، ماهیت ایمان یا معناداری زندگی؟ یا شاید می‌خواهید روی موضوعاتی مانند شناخت شهودی و تجربه‌های درونی که به آن اشاره کردید تمرکز کنیم؟ هر طور که شما بخواهید، من آماده‌ام. شما آغازگر باشید. شاید این سوال برای کسانی که این مناظره‌ام دارن میشنون، چون من این مناظره رو دارم ضبط میکنم، عجیب باشه، ولی من این رویکرد رو رسیدم بهش. فرض کنیم تو یک فرد واقعی هستی، نه هوش مصنوعی که من به تو دستور دادم به عنوان یک مناظره کننده با من وارد مناظره بشی. چه دلیلی داره یک آتئیست بخواهد در مورد عدم باورش به خدا حرف بزند؟ یعنی چه انگیزه ای داره؟ سوال بسیار خوبی مطرح کردید و من هم به عنوان یک آتئیست فرضی به این موضوع پاسخ میدم. به عنوان یک آتئیست شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که چرا کسی که به خدا اعتقاد ندارد وارد بحث و مناظره با یک مؤمن شود. اما دلایل مختلفی میتواند وجود داشته باشد که یک آتئیست بخواهد چنین مناظره ای را داشته باشد. اجازه دهید چند دلیل ممکن را بررسی کنیم. ان، جستجوی حقیقت و درک بهتر. حتی اگر من آتئیست باشم و به خدا اعتقاد نداشته باشم، ممکن است همچنان به دنبال حقیقت باشم. این جستجو برای حقیقت فراتر از مرزهای اعتقاد و بی‌اعتقادی است. شاید فکر کنم که از طریق مناظره با فردی مانند شما که ایمان دینی عمیقی دارد، می توانم دیدگاه‌ها و باورهای خود را به چالش بکشم و حتی درک بهتری از دیدگاه شما پیدا کنم. به همین دلیل، مناظره نه تنها فرصتی برای دفاع از باورهای خودم است، بلکه راهی برای یادگیری و رشد فکری نیز است. 2. احترام به آزادی بیان و تنوع افکار. به عنوان یک آتئیست، ممکن است باور داشته باشم که همه افراد حق دارند دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در بحث‌های آزاد شرکت کنند. بنابراین، حتی اگر به خدا اعتقاد نداشته باشم، همچنان علاقه‌مندم که دیدگاه‌های مختلف را بشنوم و در گفتگوهای سازنده شرکت کنم. این مناظره می‌تواند فرصتی برای فهم متقابل باشد و به من کمک کند تا دیدگاه‌های دیگران را بهتر بشناسم. 3. به چالش کشیدن باورهای دیگران. از سوی دیگر ممکن است انگیزه من برای مناظره به چالش کشیدن باورهای دینی شما باشد. اگر به عنوان یک آتئیست معتقد باشم که دین و اعتقادات مذهبی می توانند منجر به محدودیت‌هایی در زندگی انسان‌ها شوند، شاید بخواهم شما را به تفکر بیشتر و بازنگری در باورهایتان ترغیب کنم. این چالش می تواند فرصتی برای روشنسازی و رفع سوء تفاهم‌ها باشد. کنجکاوی و انگیزه‌های شخصی. در نهایت ممکن است انگیزه من برای شرکت در این مناظره به سادگی کنجکاوی باشد. کنجکاوی برای درک این که چرا شما به چیزی اعتقاد دارید که من نمی‌توانم آن را بپذیرم. شاید بخواهم بفهمم که ایمان دینی چگونه به شما آرامش می‌بخشد و زندگیتان را معنا می‌بخشد، در حالی که من به دنبال این معنا در جاهای دیگر هستم. اینها دلایلی است که ممکن است یک آتئیست را تشویق کند تا با شما وارد مناظره شود. حالا نوبت شماست. چرا فکر می‌کنید من به عنوان یک آتئیست به جای ایمان به خدا تصمیم گرفتم به بی خدایی را بیاورم؟ چه چیزی باعث شده شما به عنوان یک مسلمان این مسیر را انتخاب کنید؟ من از پاسخهای شما قانع نشدم، اما میخواهم سوال شما رو پاسخ بدم و در ادامه سوالم رو تکرار کنم به نوع دیگری. اینکه من چرا تصمیم گرفتم حتما به این دلیل بوده که به باور رسیدم، یعنی یک مطالعی داشتم، تجربیاتی داشتم و هر روز بر ایمانم در مسیر اضافه شده. اما تو به من بگو، آیا کاری که کردی برای رسیدن به خدا ناباوری از مسیر خدا باوری به خدا ناباوری رسیدی، یا خدا ناباوری رو همون ابتدا به عنوان باور انتخاب کردی؟ اگر به عنوان باور انتخاب کردی، چطور هست که جستجوی حقیقت رو باز داره در مسیر دیگه‌ای، یعنی خدا باوری، جستجو میکنی؟ این چه ایمانی است که تو داری؟ مگر ایمان استدلال پذیر است در ذاتش؟
یه خورد سرعتش رو بردم بالا برای صحبت کردن که وقتی متنای طولانی میگه بتونیم استفاده کنیم. سوال بسیار عمیقی مطرح کردید. اجازه دهید از دیدگاه یک آتئیست پاسخ دهم. پاسخ به سوال شما، آیا ایمان استدلال پذیر است؟ به عنوان یک آتئیست، من معتقدم که ایمان و باور دو چیز متفاوت هستند. ایمان به ویژه در زمینه دینی معمولاً به معنای اعتقاد به چیزی است که نمیتوان آن را به طور قطعی و علمی اثبات کرد. این نوع ایمان به نوعی اعتماد قلبی است، نه یک نتیجه گیری منطقی. از نظر من، ایمان دینی شما مبتنی بر تجربه‌های شخصی، احساسات عمیق و ارتباطات معنوی است که ممکن است برای خود شما بسیار واقعی و قانع کننده باشد. اما این تجربه‌ها و احساسات برای من که چنین ارتباطی را احساس نمی‌کنم، کافی نیستند. بنابراین من ایمان را به عنوان باوری بدون دلیل کافی می‌بینم، یا به عبارت دیگر، باوری که نیاز به اثبات ندارد. چرا من به عنوان یک آتئیست ایمان ندارم؟ دلیل اصلی که من به ایمان دینی نمی‌گرایم این است که برای من باور به چیزی نیاز به شواهد محکم و دلایل منطقی دارد. ایمان دینی بر اساس اعتقاد به چیزهایی است که فراتر از مشاهده و تجربه حسی قرار دارند، مانند وجود خدا، بهشت و جهنم یا زندگی پس از مرگ. از دیدگاه من، چون نمیتوانم شواهدی برای این امور پیدا کنم که برای ذهن منطقی من قانع کننده باشند، به آنها ایمان نمیآورم. به زبان دیگر، ایمان دینی از من میخواهد که به چیزهایی باور داشته باشم که نمیتوانم آنها را به طور تجربی و علمی اثبات کنم. از این رو من تصمیم گرفتم به چیزی ایمان نیاورم که نتوانم آن را از طریق استدلال منطقی و شواهد تجربی تأیید کنم. این به معنای این نیست که من قطعا میدانم خدا وجود ندارد، بلکه به این معناست که تا زمانی که دلیلی محکم برای وجودش پیدا نکنم نمیتوانم به آن ایمان بیاورم. سوال شما را دوباره بررسی میکنم. چه دلیلی دارد که یک آتئیست بخواهد ایمان بیاورد؟ شاید سوال شما به این برمیگرد که چرا من به عنوان یک آتئیست باید به دنبال ایمانی باشم که نمیتوانم آن را به طور منطقی اثبات کنم. پاسخ من این است: ایمان برای من به عنوان یک آتئیست شاید همان اطمینان قلبی و معنوی باشد که شما به دست آورده اید. اما چون من این احساس و تجربه را ندارم، نمیتوانم به چیزی ایمان بیاورم که برایم ناملموس است. اما حالا من از شما میپرسم، شما که این ایمان قلبی و معنوی را تجربه کرده اید، چگونه میتوانید کسی مثل من را که این تجربه ها و احساسات را ندارد قانع کنید که ایمان بیاورد؟ آیا ایمان شما به چیزی است که بتوان آن را به دیگران نشان داد، یا این یک تجربه درونی و شخصی است که تنها برای خودتان قابل درک است؟ من اعتقاد دارم یک نفر وقتی در درست‌ترین حالت خود هست که آنچه که هست رو با تمام وجود بتواند نشان دهد. آیا تو به عنوان یک خدا ناباور می توانی تمام زندگی خودت رو در معرض دیگران قرار بدهی؟ من به عنوان یک خدا باور که ذهنگرا هم هست این اعتقاد رو دارم. اگر من آنچنان که هستم نشان بدهم به دیگران که هستم، دیگران تحت تأثیر آنچه که از من دریافت می کنند به آن چیزی که باید برسند، اگر بخواهند برسند می رسند. تو در مورد تجربیات معنوی من به عنوان پایه ایمان من گفتی و گفتی که خودتو چنین تجربیاتی رو نکردی، یا لااقل اقرار نکردی که این تجربیات رو کردی. من وقتی که در مناظره با تو قرار بگیرم، تو از احساسات من و از زبان بدن من، از لحن من، از انرژی من، از چیزهایی که نمیتوانم دقیقا بگویم چه چیزهایی است، دریافت خواهی کرد که من به چه چیزهایی رسیدم، یا لااقل درک میکنی به چیزهای متفاوتی از چیزهای لمس شدنی و مادیات رسیدم. این در تو تأثیر میگذارد و تو به خودت برمیگردی و خودت در میابی آن چیزهایی که من تجربه کردم تو نیز تجربه کردی، و آن وقت هست که تو هم درون خودت به آن چیزی که به عنوان ایمان به آن پشت کردی رو خواهی کرد. و من باور دارم که تو الان هم به خدا باور داری. آیا تو میتوانی اثبات کنی که واقعا به خدا باور نداری؟ زیاد دیدگاه بسیار جالب و عمیقی را مطرح کردید.
اجازه دهید به عنوان یک آتئیست فرضی به آن پاسخ دهم. پاسخ به ادعای شما، آیا من واقعا به خدا باور ندارم؟ این سوال شما که آیا من میتوانم اثبات کنم که واقعا به خدا باور ندارم، از یک زاویه بسیار جالب به موضوع نگاه میکند. شما اشاره کردید که ایمان چیزی فراتر از استدلال و منطق است. چیزی است که از عمق وجود و تجربه های درونی ناشی میشود. این دیدگاه باعث میشود که حتی اگر من به عنوان یک آتئیست مدعی باشم که به خدا باور ندارم، شما باور دارید که در اعماق وجود من نوعی شعور معنوی یا ارتباط با خدا ممکن است وجود داشته باشد. آیا میتوانم اثبات کنم که به خدا باور ندارم؟ از نظر فلسفی، اثبات عدم وجود یا عدم باور به چیزی چالش برانگیز است، چرا که عدم به خودی خود قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست. مثلا وقتی میگویم من به خدا باور ندارم، این بیشتر به معنای این است که شواهد یا تجربیاتی نداشتم که مرا به این باور برساند. من ممکن است بگویم که دلیلی برای باور به خدا نمیبینم، اما شما ممکن است استدلال کنید که شاید به عمق تجربه های درونیم دسترسی پیدا نکردم. تجربه های معنوی شما و تأثیر آن بر من. شما بر این باورید که اگر من به طور کامل واقعی شما را ببینم و بشنوم، به نوعی حقیقت درونی شما و ایمان شما پی خواهم برد. شاید وقتی با شما صحبت می کنم، از لحن، احساسات و انرژی شما چیزی را دریافت کنم که در من نوعی احساس ارتباط با چیزی فراتر از دنیای مادی ایجاد کنند. این می تواند به معنای این باشد که حتی من آتئیست هم ممکن است در عمق وجودم به دنبال همان معنا و حقیقتی باشم که شما آن را در ایمان به خدا پیدا کرده اید. آیا ایمان چیزی است که همه ما به نوعی در درون خود داریم؟ اگر من ادعا کنم که به خدا باور ندارم، شاید این به دلیل آن است که من معنای خاصی از خدا را در ذهنم دارم که با آنچه شما با آن باور دارید متفاوت است. شاید من خدا را به عنوان یک موجود متعالی در آسمان ها نمیبینم، اما در این حال ممکن است به نوعی حس وحدت یا حقیقت معنوی باور داشته باشم که نمیتوانم آن را به خداوند به معنای سنتی نسبت دهم. پرسش متقابل: آیا این ایمان ذاتی است؟ شما باور دارید که هر انسانی در نهایت میتواند به همان تجربه معنوی شما دست یابد، به شرط آنکه به خود واقعیش نزدیک شود. اما پرسش اینجاست: آیا هم ما این توانایی را داریم مکتبه های این حقیقت دستیابیم، یا اینی که دیویج آست که تنها برخی از افراد به آن دسترسی پیدا می کنند؟ واگر من هم نوزای این تجربه را داشتم، آیا به های معناست که هنوز به خود واقعی امن رسیدم، یا شاید شما فکر می کنید که من تنها نیاز به هجر قدر مطارم تا این ایمان را در خود مکشف کنم؟ این مناظره بسیار عمیق‌تر از اثبات صرفان عقلانی یا تجربی است. تو به هلایه های عمیق تری از وجود و معنای زندگی می پردازد. من آمادم تا این بحث را ادامه دهم و بیشتر درباره دیدگاه شما و چگونگی دستیابی به این ایمان صحبت کنم. فکر میکنم تا اینجا برای این قسمت کافی باشه. حتما بحثا رو در کانال یوتیوبم دنبال کنید در پلیلیست بیان. ممنونم. خدا نگهدار. موفق و شاد و سلامت باشید. امیدوارم عضو کانال هام بشید، از جمله کانال یوتیوبم، و دوستان خودتون رو هم از آموزش های ریاضی و فیزیک رایگانی که از سطح کتاب تا سطح کنکور هست و رایگان در اختیار همگان هست مطلع کنید. همچنین با کسی که بر مبنای فلسفه‌ای که به اون رسیده داره زندگی میکنه آشنا کنید.